21 روز شهریور ماه برابر با 12 سپتامبر سال 1298 خورشیدی برابر با 1919 میلادی، در گذشت ریموند دلاروش، اولین زن خلبان رسمی جهان. ریموند دلاروش که در فرانسه به دنیا آمد، در ابتدا به عنوان یکی از هنرپیشگان اپرای پاریس فعالیت داشت، اما پس از چندی به تلاش در زمینه آموزش و فراگیری مهارت خلبانی روی آورد و پس از تلاشی مداوم در 24 سالگی موفق به دریافت گواهینامه مخصوص هوانوردی گردید. وی 36 فرد و اولین زنی بود که به عنوان خلبان رسمی شناخته می شد. لاروش همچنین دارای چندین عنوان قهرمانی در هوانوردی بود. خانم ریموند دلاروش سرانجام بر اثر سقوط هواپیمایش در 33 سالگی کشته شد. سال 1299 خورشیدی برابر با 1920 میلادی، کشته شدن شیخ محمد خیابانی که در شهر خامنه در نزدیکی تبریز متولد شد و پس از فراگیری علوم مقدماتی نزد سید ابوالحسن انگجی و میرزا عبدالعلی به تدریس پرداخت. خیابانی پس از پیروزی مشروطیت با تأسیس انجمن ایالتی در تبریز وارد مرحله تازه‌ای گردید و در جریان محاصره تبریز در دفاع از شهر نقش مهمی ایفا کرد. پس از خلع محمد علی شاه از سلطنت، خیابانی در 30 سالگی به عنوان نماینده مردم تبریز راهی مجلس شورای ملی گردید. او با اولتیماتوم روسیه در مجلس دوم و قرارداد وثوق الدوله با دولت انگلستان که به قرارداد 1919 شهرت یافت مخالفت کرد. وی پس از قبول قرارداد 1919 میلادی از سوی دولت ایران در تبریز دست به قیام زد و نهادهای دولتی تبریز را به تصرف خود درآورد و شهر را از دست دولتیان خارج ساخت. قیام شیخ محمد خیابانی بیش از 5 ماه ادامه داشت، اما به دلیل روبرگرداندن گروهی که قول همکاری به او داده بودند، کم بودن نیروها و حضور قوای قزاق‌خانه در کنار شهر تبریز و همکاری آنها با حکومت مرکزی، این قیام به شکست منجر شد. سرانجام با ورود نیروهای دولتی، قزاقان به فرمان مخبر السلطنه فرستاده ویژه مشیرالدوله صدر اعظم وقت شیخ محمد خیابانی را در 40 سالگی کشته و پیکرش را در گورستان سید حمزه تبریز به خاک سپردند. بعدها آن گورستان به مدرسه تبدیل شد و پس از ویرانی مدرسه مقبره خیابانی هم از بین رفت. سال 1375 خورشیدی برابر با 1996 میلادی، در گذشت چنگیز شهوق، پیکرتراش، سفالگر و نقاش ایرانی که در شهر باکو متولد شد و تحصیلاتش را در مدرسه هنرهای زیبای تهران به پایان رساند. وی پس از چندی در هنرستان به آموزش سفال و سرامیک و مجسمه مشغول شد و 1 سال پس از ورود به دانشگاه از مجسمه های سفالی و سرامیک هایش نمایشگاهی در گالری استتیک برگزار نمود. چنگیز شهوق در همین سال با همکاری چند هنرمند نوگرای دیگر پایه‌های ذهنیت ایجاد اولین بینال تهران را پیریزی نمود. چنگیز شهوق مؤسس اولین نگارخانه در تاریخ هنر ایران نیز به شمار می‌آید.